عزاده و احترام دارم به شما میانون رزا عجمندم، آقای رزا کیان از برمانی دارد میکنند. سپاسگزار 18-19 روز بیشتر به برگزاری انتخابات در ایالات متحده آمریکا باقی نیست و این دو حزب واقعا بیشتر شبیه دو تا قبیله شدن که به جان هم افتادن، دیگه شباهتی به حزب ندارن. واقعا فقط بامتاشان دارد تبرها رو به صدا در میارن، صدای تبرهای جنگ، اونم یک جنگ سرد. جنگ سرد هم دیگه نیست، یک جنگ ولرم بین دو حزب. هر چقدر به انتخابات، به روز انتخابات نزدیکتر میشیم، این جنگ و جدال بیشتر میشه، افزونتر میشه. متاسفانه رسانه های کلان در ایالات متحده آمریکا به جایی که نقش گزارشگر درگیری دو حزب رو داشته باشن، عملا خودشون وارد این جنگ شده، یعنی بخشی از پیاده نظام این جنگ هم. در نتیجه به اصل استقلال رسانه ها در آمریکا لطمه شدیدی وارد شده، شد به این علت که رسانه ها دیگه تبدیل به شرکت های تجاری شدن، اغلب تبدیل به شرکت های شبکه های اجتماعی هم به همین ترتیب. الان ویدیو کلیپ هایی که به شبکه های اجتماعی پخش میشه لا بلا آگهی هایی داره در مورد انتخابات در آمریکا، نشون میده که اینها، خود این شبکه های اجتماعی، منافعی دارن از درگیری ها در کارزار انتخاباتی ایالات متحده آمریکا، یعنی منتفع میشن از این درگیری ها. به همین لحاظ میشه گفت تا حد زیادی جای رسانه های مستقل در این میان خالی است. رسانه هایی که باید رکن چهارم باشن در یک دموکراسی، نظارت داشته باشن بر سه قوه دیگه و منافع مردم رو نمایندگی بکنن و از مردم الهام بگیرن و گزارشگر وضعیت موجود در نهادهای حکومتی و دولتی باشن و نه خودشون تبدیل بشن به پیاده نظام یک جنگ سیاسی در زیر چتر دموکراسی در این مملکت. ولی من مطمئنم که دموکراسی با قواعدی که در ایالات متحده آمریکا داره از پس این وضعیت نابهنجار برمیاد، آمریکا دوباره خودش رو اصلاح میکنه، خودش رو بر گاراژ و تعمیر میکنه، ولی هیچ کس نباید شک کنه. که در این وضعیت موجود بریم به سراغ کارشناس مسائل مالی و اقتصادی، چون عملا سیاست و اقتصاد به هم گره خورده، سیاست و اقتصاد در این مملکت به هم گره خورده. تمام کسانی که میرن پای صندوق های رای در نهایت به جیبشون نگاه میکنن ببینن وضعشون از چه قراره، توی پامپ های بنزین به تابلوهای قیمت بنزین نگاه میکنن. آقای نیکه‌کانی با ما هستن. آقای نیکه‌کانی سالیان درازی است که در این زمینه ها تجربه داره، کار کرده، کمپانی شرکت خیلی بزرگ رو هدایت میکنه و بکردم بهترین کسی که میتونه در این شرایط به ما کمک بکنه با دادن اعداد و ارقام به ما بگه که در آمریکا وضع از چه قراره اوست. آقای نیکه‌کانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود فراوان جناب ایودی به شما و بینندگان و شنوندگان خوب برنامه شما. خیلی خوشحالم که این موقعیت در اختیار من گذاشتین. من ممنونیم از حضور شما آقای نیکه‌کانی. آقای نیکه‌کانی اول من بگیر که در بازار سهام چه میگذره الان امروز روز، چون بازار سهام اصلا راه خودش از کل اقتصاد، از نظام اقتصادی آمریکا جدا کرده، انگاره که یک قلمروی مستقل دیگری است. بفرمایید. راستش در سه روز اخیر بازار بورس با رنگ‌های قرمز بسته شد و همونجوری که شما هم اشاره کردین، یه مقدار بازار بورس انگار روش خودش رو داره که با اقتصاد حقیقی دوره. اعلان درآمد بانک‌ها اومد، جی پی مورگن، سیتی گروپ، اینا کمپانی های بانک های خیلی بزرگ امریکایی هستند و سودها و منافع خیلی زیادی رو گزارش دادن. جناب میبودی وضعشون خیلی خوب بود و این بیشتر فرزن جی پی مورگن به خاطر این وضع فروششون خوب بود و درآمدشون خوب بود که عده زیادی دارن داد و ستد سهام انجام میدن و چون اینها
پول میسازن روی این داد و ستد سهام، خب درآمد خیلی خوبی رو دادن. قبلا درآمد کمپانیا بسیار مهم بود برای بازار بورس. الان خیلی عجیب غریبه، زیاد به این توجه نمی کنن و مسائل سیاسی جای این رو گرفته. به عنوان مثال این برنامه جنگی که بین کاخ سفید و دموکرات ها هست که ما این 2.2 تریلیون دلار رو کمک بکنیم به اقتصاد یا نکنیم، رقمش رو کم بکنیم، چه سکترهای اقتصادی بیشترین پول رو بگیرن، چه سکترهای کمتر رو بگیرن. الان بیشتر جنگ روی اونه و اثر منفی میذاره روی بازار بورس، به خاطر اینکه اگر بخوایم عمیق‌تر نگاه بکنیم جناب مهبودی، چون نبض خیلی از بیزنسمن‌های خوب ایرانی چه با دفاتر ما کار میکنن، من روزانه باشون در تماس هستم، بازار بورس نماینگر اقتصاد خوب نیست، وضع اقتصاد خوب نیست، وضع بیزنس ها خوب نیست، ولی بازار بورس همچون که شما اشاره کردین انگار که روش خودش رو جلو گرفته و قسمت تکنولوژی هنوز باز داره بالا میره، ولی بقیه سهامی که به اصطلاح توی کارهای سرویسی هستن، توی کارهای مسافرتی هستن، هاسپیتالیتی هستن، اونها نه به شدت دارن زرج میکشن و بیزنسشون خوب نیست. گزارش رو نگاه میکردم که شایدم به بازار بورس اون صورت مربوط باشه یا نباشه، وضع مالها خیلی داره خراب میشه. ما تقریبا 1200 تا مال داریم در امریکا جناب مهبودی که 200 تاش بسته شده، بقیه شون دارن نگاه میکنن ببینن ما چجوری بتونیم دووم بیاریم، چون خالیه، فروشگاه خالیه. به این فکر افتادن که بیان مالها رو تبدیل کنن به ویرهاوس، که فکر کنم فارسیش میشه انباری، درست میگن؟ بله بله، انبار کنیم، بله بله، تبدیل کنیم به ویرهاوس که ای کامرس، این شرکت های اینترنتی مثل آمازون و بقیه از اونا استفاده کنن که جنساشو اونجا پارک کنن. و حساب کردن دیدن که این 15% از مالها رو پر میکنه، و وقتی یه مال این کار انجام بده بین 60-90% ارزشش میره پایین، و ما از اینا 1200 داریم. خب این خبرها هست، ولی بازار بورس داره بالا میره، قسمت نزدکش پولای کلونی هم داره ساخته میشه جناب مهبودی، ولی چون بازار بورس واقعا جای همه نیست، متاسفانه کسانی هم الان دارن این کار انجام میدن که واقعا اصلا به این زمین تعلق ندارن، نباید اصلا اونجا باشن. پس به همین دلیل اختیار دوستانه میدم در مورد بازار بورس، مخصوصا که انتخابات تو راهه و خدا میدونه به چه سمتی خواهد رفت. آقای نیکانی، حالا راجع به مالها گفتی که واقعا سرنوشتشون در برابر علامات سوال تبدیل مالها به انبار، بسیاری از مالها دو طبقه و سه طبقه هستن، چطور میشه اینا رو انبار کرد؟ یعنی باید وضعیت کاربردی اونها رو کاملا تغییر داد، و این مستلزم هزینه های سنگینه. این سرمایه گذاری های باز کلان باید در این زمینه کرد. میمونه سالن های سینما که اینا الان وضعیت بسیار نامعلومی دارن، میمونه استادیوم های سرپوشیده، اینا چه خواهند شد؟ و بعد در ایالتی مثل کالیفرنیا، خب رستوران ها و اماکن عمومی میتونن بخش از فعالیت هاشون دارن تو پیاده رو، توی خیابون. در این زمینه شهرداری هم کمک کرده به طور سخاوتمندانه، خیابون پیاده رو در اختیار چنین مراکزی قرار داده. ولی در اینجا کالیفرنیا است، ولی در شهرهایی که برف و بارون در راه در زمستان، اونا چی میشه وضعشون؟ 60% جناب بهبودی آمار نشون میده که بسته خواهند شد. رستوران نمیتونن اگه قوانینشون عوض نشه که در داخل رستوران سرویس بدن. آمار بلومبرگ نشون میده که 60% امکان داره از بیزنس خارج بشن.
تقریبا بین 30 یا 35 درصدشون دیگه بر نمیگردن، همین الان از بیزنس رفتن بیرون. وقتی که ما وضع رستوران ها رو میبینیم و خیلی هم خوبه تو این برنامه شما برخلاف رسانه‌های امریکایی که واقعا اخبار رو درست نمیدن در مورد اقتصاد، هر رسانه‌ای که مربوط به یک سازمان باشه نسبت به اهداف خودشون این خبرها رو ور میدارن یا بزرگ میکنن یا کوچک میکنن. من که دارم با شما صحبت میکنم حقیقت رو دارم بهتون میگم، چون بیزنسمن ها اونا که تو بیزنسن باشون من دارم کار میکنم و جنوب کالیفرنیا ماشاءالله ایرانی حرف اول میزنن در اکثر رشته ها، مخصوصا در اقتصاد، ریال استیت و حتی اینترنت و بازار بورس. به همین دلیل وضعی که من نگاه میکنم کاملا با این اخبار مغایرت داره. میخوام اخطار بدم به دوستان عزیزی که صرفا دارن رسانه‌های عمومی رو نگاه میکنن، حالا بستگی داره مال چه گروهه، بر مبنای اون فکر نکنن که اونا گفتن اقتصاد اینجوری شد شد یا بد شد یا خوب شد. اونا اهدافش رو فرق کرده. این اولین باریه که بعد از 40 و چند سالی که من در امریکا هستم متنفرم از اخباری که رسانه ها دارن میدن به افراد، چه قسمت سیاسیش باشه چه قسمت اقتصادیش. امروز 989 هزار نفر برای در عرض یک هفته تقاضای بیمه بیکاری کردن. این شامل کالیفرنیا نیست، چون کالیفرنیا دو هفته آخر سپتامبر رو نذاش کسی برای گرفتن بیمه بیکاری تقاضا بده. اگه اون شماره رو اضافه میکردیم میرفت بالای 1,000,000 و چند. جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا 32% پایین رفته، تقریبا نزدیک 6 تریلیون تولید ناخالص امریکا پایین رفت. 6 تریلیون برای اینکه بینندگان عزیز شما بدونن چه رقم نجومیه، کل درآمد ناخالص انگلیس سال 2009 تقریبا حدود 2.8 تریلیون بود، به زور به 3 تریلیون میرسید. پس به همین دلیل اثرات پایین رفتن تولید ناخالص امریکا تأثیر میذاره و این اثراتش توی رأی افراد دیده خواهد شد. در صورتی که ما قبل از کووید 19 که من کاملا هم‌عقیده ام با اونایی که فکر میکنن چین این مسئله رو قصدی کرده، منم جز اون گروه هم فکر میکنم چین بزرگترین خیانت رو به اقتصاد در جهان کرده و یه جوری باید تواز پس بده، به خاطر این کاری که کرده خودش رو محفوظ کرده، حالا به هر دلیل یا اخبار درست رو نمیده، ولی بقیه جهان رو به هم ریخته و الان ما ببینیم چه قلدریایی داره انجام میده. چین شروع کرده جناب میبودی اوراق قرضه های ژاپن رو داره میخره، قبلا مال امریکا رو میخرید. بین ماه اپریل تا جولای 13.8 میلیارد اوراق قرضه های ژاپن رو خریده، دستیاتی قبلا مال سوئد رو میخرید، اوراق قرضه های سوئیس رو میخرید، کشورهای اروپایی رو میخرید. ببینید چه بلایی سر هنگ کنگ آورد. بازار بورس چین 9.25% تا به امروز بالاست، داو جونز 0.5% منفیه. تفاوتشو نگاه بکنید، 9% اونا بالا، ما 0.5% تو داو جونز پایینیم. نفوذش در افریقا میبینیم، در جهان سوم میبینیم. نمیدونم جزیره‌ای که میخواستن از ایران بخرن خریدن یا نه نخریدن، اون راستش خبرشو ندارم. بازار ارزی رو بدون قوانین ارزی دستکاری میکنن و کووید 19 هم که آوردن به جون هم انداخت. وقتی که ناره نگاه میکنیم واقعا انتخابات امریکا به قدری برای جهان مهم خواهد بود که اصلا باور نکردنیه. بزرگترین اثرش روی اروپا میتونه باشه جناب میبود. انتخابات امریکا. آقای نیکی کانی، تا چقدر ترامپ حق داره بگه ویروس چینی؟ احساس کردم که شما بهش با او همداستان در این زمینه. من فکر می‌کنم ویروس چینی اسمش، بله. من هم عقیدم با چینی ها. با اونا که کووید 19 و ویروس چینی میگه من هم عقیدم. آینی که
ما انقلاب 57 رو در ایران دیدیم. امروز من در آمریکا شاهد حضور جناهایی هستم که واقعا دارن تلاش میکنن بلکه نظام اقتصادی این کشور رو با هم بریزن، یعنی از هیچ تلاش و کوششی غافل نبودند. و البته امیدوارم که چنین چیزی نشه. میخوام ببینم که این استنباط درسته؟ کاملا درسته جناب مبودی، و متاسفانه طرفدارم داره پیدا میکنه. کشورهایی بودن که واقعا از نظر اقتصادی خیلی خوب بودن. ما تو ونزوئلا شاهد این مسئله بودیم. الان ببینیم به چه روزی افتاده. در بعضی از سیستم ها مخصوصا امریکا که واقعا این همه خارجی اومدن از صفر شروع کردن و به مقامات بالا رسیدن، ثروت زیادی رو به دست آوردن، به خاطر اینکه این سیستم اجازه میده کسانی که خوب کار میکنن، پشتکار دارن و در اقتصاد باهوش هستن جلو برن، صرفا به خاطر نظامشون یا به خاطر باورهاشون یا نژادشون نیست. البته تا یه حدی در هر مملکتی هست، ولی ما بیشتر این رو در اروپا میدیدیم تا در امریکا. تا امریکا هم تا یه حدی بود، ولی نه به اون صورت. اسپانیایا جناب بودی، اسپانیایا بین سال 2017 تا 2020 اسپانیای امریکا تبار کردن، تو امریکا هستن، درآمدشون 61% بالا رفته. این اسپانیایی ها بیشتر در کارهای مثلا 17% توی کارهای بساز بفروش هستن، 15.7% در کار غذا و رستوران هستن، 14.6% ریتیل انجام میدن، بالای 9.4% یا 5% کار حمل و نقل هستن. درآمد این گروه 61% بالا رفته. 4% از تولید ناخالص امریکا از طرف اسپانیای تبارهای امریکا هستند به دست میاد. 4% از کل تولید ناخالص امریکا، تقریبا 700 میلیارد در سال به اقتصاد کمک میکنن. پس ببینید آیا مساوات وجود داشته در امریکا یا نه؟ نه به اون صورتی که باید و شاید باشه، ولی اینجوری هم نبودش که این آزادی اقتصادی رو افراد از طریق پشتکار و فعالیت کاری به دست نیارن. به همین دلیل یه مقدار عقاید سوشالیستی بله زیاد داره میشه که متاسفانه در کشوری که مثل امریکاست خیلی خیلی میتونه نابسامانی اقتصادی ایجاد بکنه، به خاطر اینکه افراد حق انتخاب دارن. حتما نباید تو امریکا باشه، از امریکا میرن. حالا شما اگه کمپانیا رو دستکاری کنین، زیاد مالیاتشون رو بالا ببرین، خب میرن مرک دفترشون فرارشون میبرن از امریکا، بعدم برمیگن آزاده و میرن. آقای نیکه کانی تشکر از توضیحاتتون. ببین بگید که تای دلتون چی میکسره، فکر میکنین کدام یک برنده بشن در انتخابات، ترامپ یا بایدن، به سود اقتصاد تمام بشه؟ از نظر اقتصاد دانان فرمودین جناب بودی؟ بله. اینا یعنی هم بازار سهام، هم علل اصول شخصیت هایی که توی چون یه گزارش امروز میکنم در هفته نامه اش میگه اشاره داشت به بازار بورس وال استریت و تاکید کرده بود در همین گزارش که وال استریتی ها و بورس باز ها خیلی نگران از پیروزی دموکرات ها هستن، ولی دارن به تدریج خودشون رو آداپت میکنن. بلکه اگر بایدن آمد خلاصه غافلگیر نشد. میخوام ببینم که تایی دل شما چی میگذره، یا علل اصول اونایی که تو کار اقتصادن کدام رو ترجیح میدن؟ اگه میشه رو راست بفرمایید ببینیم، نکنم تفتیش عقیده بکنم، ولی میخوام ببینم واقعا تایی دل شما به عنوان یک آدمی که تو این کار به اصطلاح در این رشته و در این حرفه است چی فکر میکنه؟ جناب ببینید تو اقتصاد آزاد شما وقتی آزادی بدیم به سرمایه گذار خیلی بهتره. بازار بورس، این گروه کمپانی های میلیارد دلاری که ما باشون کار میکنیم و یه سری اقتصاددان هایی که کار میکنیم با اون طبقه ای که واقعا تو این رشته از سالها قبل، حتی قبل از اینکه ما وارد این کار بشیم،
تو این کار بودن، همه هم عقیدن که اگر قوانین مالیاتی، استراتژی های اقتصادی که آقای بایدن میخواد پیاده بکنه در دراز مدت برای بازار بورس و اقتصاد خوب نباشه و بعضی از کمپانی بزرگ پولای نقدشون از امریکا خارج کنن یا دفاتر مرکزیشون رو ببرن بیرون و به عنوان یه شرکت خارجی دوباره بیان در امریکا، حتما دفتر مرکزیشون نباید اینجا باشه، که یه سری از قوانینی که دستپاشون رو میبنده رو بتونن پشت سر بذارن، راحت بیزنس کنن. وال استریتیا، سرمایه گذاران، حتی میدل کلاسی که من باشون کار میکنم، چون در چند سال اخیر اگه کووید 19 نبود شاهد اقتصادی خوبی بودن، قیمت منازلشون بالا رفته بود، حسابای بازنشستگیشون بالا رفته بود، پول نقدشون بالا رفته بود، ریل استیت هاشون رفته بود بالا، دوست ندارن سیستم عوض بشه، میخوان همین جوری بمونه. یعنی میخوان ترامپ بمونه. اشاره کردم 61% از بلو کالر، کسانی که اسپانی تبار هستن، 61% درآمد اونها بالا رفته بود. پس در اقتصاد خوب، چون همه نفت میبرن، من این رو از اونا میشنوم. اینو خواهش میکنم بینندگان شما به این حساب نکنن که من دارم میگم آرزو میکنم این ببره یا اون ببره، صرفا دارم جواب سوال شما رو میدم. ولی اگر اقتصاد به روال قبلی بمونه، من فکر میکنم برای جهان یه مقدار بهتر خواهد شد. چین اگر وایت هاوس، کاخ سفید، کوتاه بیاد و نتونه باش درگیری پیدا بکنه، کم کم چین نفوذش زیاد بشه، برای جهان، برای اقتصاد جهان خوب نیست، به خاطر اینکه کشوری که نمیشه بهش اطمینان کرد. و اگر بخواد بره سراغ ارز جهان که دلاره و کم کم این ضعیفتر بشه و بخواد بعضی جاها تبادلات ارزی خودش رو بذاره، فاجعه اقتصادی میتونه برای امریکا و بقیه جهان باشه. پس به همین دلیل از نظر اقتصادی، نه از سوال شما رو بخوام کاملا عادلانه جواب بدم، نه این گروه نمیخوام. حتی جالبه، گروهی که از میدل کلاس هم پایین تر هستن و یه درآمد مناسبی دارن و صاحب خونه و زندگی هستن، ثروتمند نیستن، هم بعضی هاشون دوست ندارن رژیم عوض بشه، دوست دارن همون سیستم قبلی باشه، به خاطر اینکه این ثروت یه جوری پخشه برای همه و وقتی کمپانی بزرگ امریکا جیبشون پر پول باشه، افراد بیشتری رو استخدام میکنن و بیکاری کمتر میشه. عوض کردن سیستم امریکا، چون بنیانش از صدها سال پیش ریخته شده، یه انقلاب اقتصادی میتونه ایجاد بکنه که تا یه حدی ما الان شاهد هستیم. وقتی در لس آنجلس، شهردار لس آنجلس میاد به هتل‌های درجه 2 یا درجه 3 میگه که تمام اتاقاتون رو من میخوام بگیرم، به جای شبی $200 بهتون $48 $45 میدم، تمام هتل رو بده من، این بی بضاعت ها رو بذارم تو این هتل ها، و افراد دارن این انجام میدن، این انقلاب اقتصادی در حال حاضر شده. از این بدتر خواهد شد اگر روش های مالیاتی زیاد عوض بشه، اگه وال استریت پایین بره، قیمت منازل پایین بیاد و پول نقد دست مردم کم بشه، که همه اینها با عوض شدن سیاست کاخ سفید دست به دست هم میدن به صورت زنجیری و کم کم افراد به صورتی در میان که مشکلات اقتصادی حتی باعث این دو دستگی بین افراد در امریکا هم هست و تا یه حد زیادی هم الان شده. پس نه، اونا دوست ندارن چیزی عوض بشه جناب مهبودی. به اون صورت نگرانی آقای بخیلی آقای نیکه‌کانی اینه که با آمدن دموکرات ها مالیات های سنگین روی دارایی و ثروت سرمایه‌داران بزرگ گذاشته بشه، در نتیجه سرمایه فرار بشه، از آمریکا دوباره برگرده به کشورهای دیگه، نرخ بیکاری بره بالا و برگردیم به وضعیت سابق. این نگرد. حالا اگه کسانی باشن که مخالف این نظر هم هستن، حتما نظر اونها رو هم جویا میشیم. آقای نیکه‌کانی خیلی تشکر میکنم از حضور شما، گفتگو با شما رو حتما پی میگیریم. ممنونم.
خیلی ممنون، متشکرم جناب میبودی. میخوام یادآوری کنم که بزرگترین ثروت افراد سلامتیشونه. اخبار رو کنار بذارن، مواظب سلامتی خودشون باشن و آرزوی بهترین ها برای همه. شبتون بخیر. ممنونم، تشکر.